سلام جناب سوری، غرض از مزاحمت میخواستم یه اتفاقی که برای خودم افتاده بود براتون تعریف کنم. چندین سال پیش من با یه شرکت ساختمانی همکاری میکردم، رفتم برای ساخت بازار شاه چراغ. در قسمت بازار شاه چراغ داشتیم خاکبرداری میکردیم که او چارسو رو زمین، چون خونه‌ای قدیمی بود و زیرش پر آشغال بود، تخلیه میکردیم، خاکبرداری میکردیم که پی ساختمون رو اونجا بتون ریزی کنیم. همینطور که یه گود بزرگی کنده بودیم، یه دفعه تو دیواره من یه از این صندوق‌های قدیمی ها که درش رو بالا باز میشد، که قدیما تو همه خونه بود یخدون بهش میگفتن، دیدم تو دیواره گوده. به گیل میکانیکی گفتم اینو بزنه بندازه پایین. وقتی این صندوق از تو دیواره از تو خاک در ورد، افتاد پایین، شکست و باز شد. رفتم بالای سرش نگاه کردم، دیدم پورت پر کتابه و یه مقداری هم از این پیسوزای گلی قدیمی ها که به شکل پرنده بود توش روغن میریختن، پیسوز بهش میگفتن، بود. کتابایی که اطراف این صندوق بود در اثر رطوبت یک کمی زرد شده بود و پوسیده بود، ولی وسطاش هنوز تعداد زیادی کتاب و نوشته بود. من یه دونه از این کتابا که سالمتر از همش بود، یه جلد چرمی هم داشت، برداشتم، سریع رفتم تو دفتر، توی کانیکس اونجا بود، بردم تو کانیکس. زمانی بود که هنوز دستگاه منتجه نشده بود و دفتر دستگاه و من اونجا در ورودی شاه چراغ همونجا بود. ما تقریبا یه 50 متر به دفتر فاصله داشتیم که خبر دادن به دستگاهی بیا و خلاصه ریختن اومدن اونجا و این طلبا و کارگره شاه چراغ اینا رو جمع کردن و بردن. من این کتابه رو گذاشتم تو دفترم، ساعتایی که بیکار بودم میومدم میخوندمش. وقتی که شروع کردم به خوندن، البته به فارسی بود ولی با یه ادبیات خیلی قدیمی بود، ولی وقتی میخوندم مثلا یه پاراگرافش میخوندم معنیشو میفهمیدم که چی هست. قضیه از این قرار بود که یه نفر این کتابو نوشته بود به این شکل. در زمانهای قدیم هنوز این قوم عرب پاشون به شیراز نرسیده بوده، میان به حاکم شیراز خبر میدن، میگن چه نشستی که یه تعدادی شطور سوار ریش و پشدار چشوی ورقلنبیدهی از طرف چناشجون دارن به طرف شیراز میان و یه تقریبا 700 نفر هم هستن. حاکم شیراز یه تعداد جوان جمع میکنه و با اسب میان جلوشون. موقعی که میرسن به اینا، اینا تو صحرای کشند بودن، همینجا که الان کارخونه سیمانه و دهکده کشند، اینجا یه صحرایی بوده به نام صحرای کشند، یه صحرای بلا استفاده بوده. میرسن جلو اینا، به اینا میگن که شما چی هستین، کجا میکنین، بیان اینا. اینا میگن ما از عربستان شاهزاده بودیم، حاکم بودیم، پسراموامون اینا گذاشتن دنبالمون، کشتنمون و فلان، و ما فراری هستیم و پناه آوردیم و اومدیم اینجا و به اون کمک کنیم. حاکم شیراز بهشون میگه که شما، ما تو شیراز نه هتل داریم، نه مسافرخونه، نه سیلو و این چیزایی که بخوام به شما غذا بدیم، همینجا بمونیم، چادر بزنین، ما میریم تو شهر یه مقداری آذوقه براتون آماده میکنیم، میاریم بهتون میدیم. میرن تو شهر، از این خونه از اون خونه، یه مقدار برنج از اینجا، یه مقدار نخود از جای دیگه، چند تا بره گوسفند، این بره بر آردی جمع میکنن میارن میدن به اینا. خب این چیزی که اینا میارن میدن به 700-800 نفر در اون زمان خیلی کم بوده، برای چند روزشون بوده. چند روز اینا از این هدایای حاکم شیراز
میخورن، باز کم میارن، میخوان حمله بکنن به شیراز. حاکم شیراز میاد به لورای نوراباد ممسنی و کازرون و از این بر به یاسوج اینا خبر میده، به ترکا خبر میده که چه نشستینی همچه قومی داره میاد و انقریب به شیراز حمله میکنه بیان. خب اون موقعی که حاکم شیراز سربازخونه و توپ و تفنگ و چیزا و شمشیر و سپر نداشته، یه مشتی بیلی کلنگی داستی چیز داشتن برای کشاورزی، خلاصه از اونا کمک میگیره و یه عده میان یه جنگی در میگیره بین تو همون سرای کشن که اسمش میذارن کشن. اونجا در میگیره، اینا تارمار میشن، تعداد کشته میشن و این قوم عرب فراری میشن توی کوها و برمیگردن طرف های کوها، طرف های درست چنار شویدون توی کوه کمرا. بعد از مدتی همین شاه چراغ با او برادرش که زنده مونده بودن به صورت مخفیانه به وسیله یه چند نفر میارنشون سر دوزک تو شیراز تو یه خونه پنهانشون میکنن و یه چند وقت که اونجا میمونن با زبون بازی و من غریبک در آوردن دل اینا رو به دست میارن، خلاصه اونجا میمونن. از او به بعد اینا شروع میکنن، میبینن که میخوان کار بکنن، مهاجر بودن، میخواستن کار بکنن، یه پولی درارن. اینا میبینن که ایرانیا تعزیه دارن، یه چیزی به عنوان تئاتر و حوزی هر ماه میاد تو میدونای شهر تو روستا میزنن و میرقصن و میخونن و اینا میان از اونجا الگو میگیرن، یه پرده ور میدارن روش یه مقداری جنگ و خونریزی و یه چیزایی که دیده بودن تو عراق و عربستان رو میکشن و این پرده ها رو برمیدارن، یواش یواش میان تو میدونای شهر پرده رو میزنن، وای میسن غربت بازدار بردن که ای وای ما رو کشتن، ما ذلیلیم، ما بدبختیم، ما علیلیم، ما بیچاره این، به ما پناه بدیم. مردم هم رو دلسوزی، حالا یکی برنج میداد، یکی تخمه میداد، یکی یه مرغ میداد، یکی یه دوتا سکه بهشون میداد. این شروع کافری اینا شد که تعزیه را بندازن و روزخونی بکنن. از همونجا روزخونی اینا شروع میشه. یه چند سال که میگذره حاکم شیراز متوجه میشه که این نفوذی ها به صورت مخفیانه سر به زک هستن. یه درگیری بین اینا پیش میاد، این دوتا کشته میشن. همین جایی که الان مقبره شاه چراغ هست یه گودی خیلی بزرگی بوده که گل از اونجا بر می داشتن باش خونه می ساختن و این گوده آشغالاشون می ریختن توش. این دوتاری که کشته می شن، شاه چراغ و او برادر دیگرش که احمد ابن موسر رضا هست و برترش خاکه، میارن می دازن توی گوده لای آشغالا همون تو خاکش می کنن. یه چند سال که میگذره مریدای اینا که از اون کاسبی که راه انداخته بودن پرداری و تعزیه گردونی اینا میان میگن که ای وای ما اینجا یه نوری توی آشغالدونی رو میبینیم. رو سرش یه سنگی میزنن، یه پاچه سبزی میکشن و بالای سرش میشینن دکون وارد میکنن. یواش یواش اینا رخنه میکنن تو فکر و ذکر و مردم و اونجا مقبره میسازن که شده همین شاه چراغ امروزی و او سیدین محمد و بقیه امامزاده هایی که تو هر محلی هر کوچه میرفتیم یکی از اینا که میمرد توی خونه این توی پستوی جایی همونجا خاکش میکردن، یه پاچه سرد میکشدن دورش، ما بقیه خانواده هم میشدن متولیش، گریه و زاری انداختن، یدابازی در بردن، از مردم طلب کمک میکردن و زندگی میگذروندن. اینو من تو اون کتاب خوندم. بله من اینو تو اون کتاب خوندم. بعد یه هفته این کتاب تو این کانیکسی که دفتر من بود من میخوندمش، رفتن خبر دادن به دست خیریا که یه کتابی فلانی برده، اومدن اون کتابرم از من گرفتن. ولی خلاصه اون کتاب من حالا با همین زبون عامیانم برای شما تعریف